برپا کن از محرم آتش به پا دوباره، در کوچه ها قیامت این است راه چاره. رسم قیام نو را بیدار کن بیدار، یا مرگ یا رهایی بنویس روی دیوار. در آستانه عاشورای حسینی به همه شما بینندگان سیمای آزادی و دوستداران برنامه زمان برخاستن سلام میکنم. این روزها جوانان شجاع میهنمون رو در روی خلافت یزیدی خامنه‌ای در تلاشند تا عاشورای حسینی رو به فریاد و اعتراض علیه این حاکمیت فاسد و تبهکار تبدیل کنند. به همه اونها درود میفرستیم و برنامه امروز زمان برخاستن رو با نگاهی به پاراگراف روز آغاز میکنیم. ارج‌گذاری به ایستادگی در برابر استبداد بر مزار ریحانه و ستار. قطعه 98 ردیف 13 بهشت زهرا آرامگاه ریحانه جباری. ریحانه پس از 7 سال و چند ماه درگیری با دشمنان خامنه‌ای، نه قبل از زندان حاضر به تمکین به خواسته مزدور وزارت اطلاعات مرتضی سربندی شد و نه در زندان به رغم شکنجه‌های جسمی و روانی حاضر به پذیرش القاعات جلادان وزارت اطلاعات. مرگ با عزت را به ننگ تسلیم در برابر دشمنان پذیرا شد. در اولین شب جمعه آرامیدنش جوانان و مردم بسیاری به مزارش رفتند تا یادش را گرامی بدارند و ارزش ایستادگی در برابر دیکتاتوری ولایت فقیه را پاس دارند. هرچند که صف در صف نیروی سرکوبگر انتظامی و لباس شخصی ایجاد رعب و وحشت می کردند، اما آنها که عزم جذب کرده بودند خود را به مزارش رساندند و تجدید عهد کردند. چند کیلومتر آن طرفتر باز هم مزاری بود و تجدید عهدی. دومین سالگرد شهید راه آزادی ستار بهشتی توسط خانوادش و دوستانش گرامی داشته شد. آنجا هم گزمه‌های پاسدار و اطلاعاتی دوربین‌ها را می‌گرفتند و جو رعب و وحشت به وجود آورده بودند. اما باز هم کار از پیش نبردند و صدها تن با ستار و آرمان‌هایش تجدید عهد کردند. ستار بهشتی که در 9 آبان 91 توسط پلیس جنایتکار فتا دستگیر شده بود، 5 روز بعد زیر شکنجه های وحشیانه در زندان اوین به شهادت رسید. جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد. وبلاگش سراسر پیام سرنگونی تمامیت رژیم بود. در یکی از وبلاگ‌هایش خطاب به آخوند خاتمی رئیس جمهور اسبق نظام آخوندی نوشته بود: بله آقای خاتمی، بارها بنده در نوشته‌های خود ابراز داشتم اصلاح طلبان امروز همان اقتدارگرایان دیروز هستند، همان بازجوها، ماموران اطلاعات، سپاهیان استعفا داده یا بازنشسته شده، قاضی‌هایی که حکم برای مخالفان صادر می‌کردند. و شما اصلاح طلبان دست در خون این ملت دارید. خود می‌دانید با تغییر نظام باید جوابگوی اعمال خود باشید. در قیام 88 اگر این قیام به ثمر ننشست، به خاطر این بود که آقای موسوی، کروبی، خاتمی و بقیه اصلاح طلبان خواهان تغییر در سیاست‌های نظام بودند، نه کلیت نظام. امروز دومین سالگرد کشته شدن ستار بهشتی زیر دست شکنجه‌گر است. من به مادر ستار هم تسلیت و هم تبریک میگویم. خون پاکی داشت ستار، همچو خون حسین، همچو خون سیاوش که در کل تاریخ جاری خواهد بود. تبریک میگویم به او که چنین فرزندی را با تمام رنج‌های مادرانه یک مادر ایرانی بزرگ کرد و به چنین جامعه‌ای تقدیم کرد. اما تسلیت میگویم و این تسلیت من اول به خودمان است که در مقابل چنین منکرهایی سکوت کردیم و از مادر ستار طلب حلالیت میکنم. ستار قهرمان در وبلاگ دیگری خطاب به سرچماغدار خامنه‌ای پاسدار سعید قاسمی نوشته بود: در آخر مطلبم اظهار می‌دارم شما ادعای آمدن به خیابان برای پایان بحران را نکنید، چون شما همچون شغال‌هایی هستید که در زمانی که اطراف خود را شلوغ می‌بینید ادعا دارید.
اگر آن روز که ملت ایران یک پارچه به خیابان‌ها بیایند، می‌بینیم که شما و عوامل شما سوراخ موش می‌خرند برای مخفی شدن. آقای سعید قاسمی، اگر مردم پا به میدان بگذارند، بساط شما و نظام را جمع می‌کنند. ستار بهشتی پیام خود را خطاب به جوانان این گونه نوشته بود: از دوستان خود تقاضا دارم درباره انتخاب شیوه مبارزه و راه آن با دقت عمل کنند. 33 سال است که با همین وعده‌ها در جا مانده ایم. با این همه خونی که در این 33 سال بر زمین ریخته شده، این آقایان آیا حاضر به تغییر در کلیت نظام می شوند؟ و در آخر، اگر مبارزه ما قرار است برای تغییر سیاست‌های نظام باشد، فرق نمی کند این نظام دست موسوی یا خامنه ای باشد، چون چارچوب و قاعده های آن یکی است. هدف ما برای رهایی تغییر در کلیت نظام باید باشد. باز در آخر مطلبم چون همیشه میگویم، زنده و پاینده ایرانی و ایران، جانم فدای ایران. دیکتاتورها در مراحل پایانی حکومتشون خیلی دست و پا میزنن تا نشون بدن که هنوز سر پا هستن و نفس میکشن. در زمان شاه حکومت نظامی راه میانداخت. در مصر با شطور به تجمعات مردم میتاخت و نمونه ها بسیار زیاده. اما عناصر آگاه میدونستن که این تقلاها چیزی نیست جز پوشوندن وضعیت به غایت شکننده این رژیم های دیکتاتوری توسط مردم. این وضعیت رو ما در مورد رژیم آخوندی به خوبی شاهدش هستیم. رژیمی که برای سرکوب جامعه از هیچ چیزی فروگذار نکرده و برای هر جنایتی تحت عنوان حفظ نظام از اوجب واجبات مجوز صادر کرده. میبینیم که ابزار سرکوبش در برابر خروش و خشم و رویارویی مردم ایران روز به روز در بن‌بست بیشتری قرار میگیره. یکی از این موارد طرح سرکوبگرانه موسوم به حمایت از آمران به معروفه. با هم گزارشی رو میبینیم با عنوان بن‌بست طرح سرکوبگرانه حمایت از آمران به معروف. بن‌بست طرح حمایت از مزدوران ناهی از منکر. این روزها طرح حمایت از مزدوران موسوم به آمر به معروف و ناهی از منکر در مجلس ارتجاع و چه دیگری از بن‌بست در نظام پوسیده ولایت فقیه را نمایان کرده است. دبیر ستاد موسوم به احیای امر به معروف، آخوند جنایتکار احمد زرگر، این طرح سرکوبگرانه را نیاز تمامیت رژیم نامید که چنانچه با آن پرداخته نشود، نظام آخوندی ضربات جبران ناپذیری خواهد خورد و گفت: ببینید، ما در جامعه اگر بیاییم مسائل رو اولویت بندی کنیم، خیلی بهتر از اینه که بگیم فقط معروف ها، چون ممکنه مشکلاتی وجود داشته باشه که اون مشکلات اگر کوتاه بیاییم ضررش جبران ناپذیره. ممکنه در آینده طولانی که بشه لطمات سنگینی دیده بشه، به نظام وارد بشه. این آخوند جنایتکار به مقاومت شدید مردم در برابر این اقدامات سرکوبگرانه و بن‌بست رژیم اشاره کرد و گفت: اون موقع هایی که ما همیشه که می رفتیم در ارتباط با این موضوعات وزارت کشور، می گفت شما به این بزرگوارا هم بگید که همینجا که هستن وایستن. یعنی ما هر چی که کوتاه میاییم اونا 10 قدم میان جلو. به کجا میرسیم؟ به جایی میرسیم که دیگه نمیشه برنامه ریزی کرد، ما میریم سراغ معروفا. اما موقعی که میبینن هیچ برخوردی نیست، هیچ حرکتی نیست، هیچ امری نمیشه، هیچ مردم نمیان تو صحنه، هیچ تذکری بهشون داده نمیشه، روز به روز همیان جلو. آخوندی دیگر از ستاد سرکوبگر موسوم به امر به معروف، این اقدامات را طبق دستور خامنه‌ای ولی فقیه ارتجاع اعلام کرد و گفت: مقام معظم رهبری فرمودند که امر به معروف و نهی از منکر هم مثل نماز واجب و یاد گرفتنی است و وظیفه عموم مردم تذکر لسانی هست. تذکر لسانی مورد درخواست خامنه‌ای هم در برابر مقاومت اجتماعی بگل نشست. اون چیزی که بروز میکنه به عنوان این ناراحتی بحث تذکر لسانی است. خب ما هرچه تلاش کردیم دیدیم بحث تذکر
لسانی خیلی استقبال نمیشه. یک تحقیق میدانی صورت گرفته، در تهران هم صورت گرفته خوشبختانه. از 12,000 نفر سوال کردیم که شما که جایگاه فریضه رو میدونید چرا امر به معروف و نهی از منکر نمیکنه. خیلی راحت میگفتن سخته، بایستیم صحبت بکنیم و ممکنه مثلا نتونیم صحبت بکنیم، درگیری ایجاد بشه. بحث تذکر کتبی به میدان آمد. اما از آنجا که نمایش به اصطلاح تذکر لسانی درد بی درمان رژیم آخوندی را درمان نمی کند، آخوندهای جنایتکار پرده ها را کنار زده و زمینه های وحشیگری بیشتر نظیر اسید پاشی را به میان می کشند. وقتی که یک با اهل معاصی و گناه ها برخورد می کنید، با صورت عبوس باش برخورد کنید. یعنی کسی که گناهکاره باش خوشبش نکنید. وقتی که افراد گناهکار رو میبینید با چهره عبوس باش برخورد کنید. در مراحل امر و معروف مرحله قلبی رو داریم، مرحله زبانی رو داریم و مرحله یدی و عملی رو داریم. مرحله عملی در اینجا پیشبینی های شده از نظر قانون هم به هر حال مسئولین مربوطه مثل نیروی انتظامی یا مسئولین دیگه‌ای که در این رابطه احیانا مثلا وزارت اطلاعات. اما بسیج نیروهای سرکوبگر به خصوص علیه زنان میهن راه به جایی نبرد و تلاش کردند تا با پروژه اسید پاشی علیه زنان بازی قانون را کنار گذاشته و چهره منحوس ولایت فقیه را آشکارتر کنند. اما برخلاف انتظارشان خشم توده ها شعله ور شد. این تظاهرات که در سراسر ایران پا درآورده است، بساط طرح سرکوبگرانی امر به معروف و نهی از منکر خامنه‌ای و عمارش را در هم ریخته و هرچه بیشتر بر آن پا بفشارند، در باتلاق قیام و خیزش‌های اجتماعی بیشتر گرفتار خواهند شد. یکی از ویژگی‌های نظامات دیکتاتوری گسترش فقره. به خصوص وقتی با یک استبداد مذهبی مواجهیم، این ویژگی علاوه بر گسترش فقر، عامل شکاف طبقاتی بیشتر هم هست. چرا که در نظام ولایت فقیه چیزی به اسم برابری اصلاً جرمه. از جمله این که خمینی بنیانگذار این نظام غارتگر در یک سخنرانی در مهر ماه سال 1356 به گمان خودش برای تخریب اندیشه مجاهدین گفت: حالا یک دسته پیدا شده که اصل تمام احکام اسلام را میگویند برای این است که یک عدالت اجتماعی پیدا بشود، طبقات از بین برود. اصلا اسلام دیگر چیزی ندارد. توحیدش هم عبارت از توحید در این است که ملت‌ها همه به طور عدالت و به طور تساوی با هم زندگی بکنند. بعد هم با مسخرگی خاص خودش اضافه میکنه و میگه: یعنی زندگی حیوانی علی‌السوا، یک علفی همه با هم بخورند و علی‌السوا با هم زندگی کنند. وقتی نظامی برابری اجتماعی و عدالت اجتماعی براش مسخره است و بر مبنای غارتگری و نابرابری استوار شده، میبینیم که هر روز میزان فقیران در جامعه ما بیشتر میشه. روز ششم آبان وزیر کار جنایت پیشه در رژیم آخوندی گفت: 7 میلیون نفر در فقر شدید هستند و در آینده نزدیک شمار این 7 میلیون نفر به 10 میلیون نفر افزایش می‌یابد. هرچند که این آمار خیلی کمتر از واقعیته، اما روند تشدید فقر در حاکمیت آخوندی رو به خوبی نشون میده. گزارشی رو در همین رابطه با هم دیگه می‌بینیم. افزایش فقر شدید و گرسنگی. فعلا که بیکارم، شغل من در نیه که کار ساختمون. مشکلات که بگن خداوکیلی من آرزوی مرد میکنم الان. تو همه الان موقعیت
آرزوی مرد میکنم. این قدر دستی دارم. الان ما 400 تومن به اجاره خونه میدم. 400 تومن الان دو معنی آدم. تا حتی نیمه بربری هم. الان من به نیمه بربری هم میرم نسیه میکنم. اقتصاد ما اینقدر خرابه. میلیون ها کارگر که سقف دریافت دستمزدشان 609 هزار تومان در ماه است در چنین وضعیتی زندگی می کنند. اما به گفته دبیر کل به اصطلاح کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در حال حاضر خط فقر به 1000 دلار رسیده که معادل بیش از 3,200,000 تومان در ماه است. بنابراین در حال حاضر کارگران ایرانی که فقط حداقل دستمزد 609 هزار تومانی را می‌گیرند، 5 برابر زیر خط فقر هستند. گزارشگران سیمای آزادی سیمای گسترش این فقر را در شهرهای مختلف کشور تصویر برداری کردند. از مادران پیری که زیر بار هزینه‌های زندگی مجبورند به انواع و اقسام کارهای دستفروشی روی بیاورند، تا کودکانی که به جای درس و مدرسه به خرید و فروش اجناس بازیافتی مشغول می شوند و کودکانی که از داشتن هر گونه امکانی برای رشد جسمی و فکری و آموزشی محرومند. آخوندهای ضد مردم بلایی بر سر مردم آوردند که بعد از 30 سال کار و تلاش یک کارمند نمی تواند برای خود سرپناه داشته باشد. کارمند پس از 30 سال 35 سال زحمت بتونیم سرپناه داشته باشیم. 2 ماه قبل سایت های حکومتی نوشتند یک خانم آبدارچی که در یک شرکت کار میکرد به خاطر گرسنگی پسرش 70,000 تومان از صاحب شرکت دزدید. او گفت که به خاطر گرسنگی پسرم دست به این کار زدم تا شیر و تخم مرغ و نان برای او بخرم. حال در چنین شرایطی که خط فقر 3,200,000 تومان اعلام شده است، وزیر کار رژیم علی ربیع اعلام کرد فقر شدید که معادل گرسنگی است از 7 میلیون نفر به 10 میلیون نفر در حال افزایش است. وی گفت در حال حاضر 7 میلیون نفر در ایران وجود دارند که در شرایط فقر به سر میبرند و امنیت غذایی آنها را تهدید میکند. ربیع اضافه کرد زنان و دختران با حقوق 200 تا 300 هزار تومان در ماه مشغول به کار می شوند و 1.5 میلیون تا 3 میلیون دانش آموز در مقطع دبیرستان و راهنمایی نتوانستند ادامه تحصیل دهند. همچنین 170 هزار دبستانی نیز از ادامه تحصیل باز ماندند. در همین حال مسعود نیلی مشاور اقتصادی آخوند روحانی از افزایش شدید شکاف طبقاتی در ایران خبر داد و گفت اگر بودجه خانوارها را با هم مقایسه کنیم، نابرابری دهک‌های مختلف بین دهک اول و دوم 1:32 تفاوت وجود دارد و مخارج آموزش در این خانوارها بیشتر شبیه کالاهای لوکس است. شایان ذکر است که نابرابری در کشورهای پیشرفته بین طبقات برخوردار و طبقات ضعیف بین 3 تا 7 است و رژیم آخوندی در ایجاد این نابرابری رکورد 4 تا 5 برابری از خود بر جای گذاشته است. حال در شرایطی که 10 میلیون نفر ایرانی زیر خط فقر مطلق و نسبی زندگی می کنند، آقازاده ها با لباس ها و آرایش های مد روز، ساعت های چند ده هزار دلاری، خودروهای چند صد میلیون تومانی، قصرها و آپارتمان های چند میلیارد تومانی، هواپیماهای خصوصی و مهمانی هایی که منوی غذایی هر نفر در یک وعده از 500 هزار تومان بالا میزند، به دیگران فخر می فروشند. اما بدون شک این رژیم و عواملش از خشم مردمی که آنها را به خاک سیاه نشانده اند راه گریزی ندارند. دوستان عزیز، به پایان برنامه زمان برخاستن امروز رسیدیم. تا برنامه بعد همه شما را به خدای بزرگ بسپاریم. خدا نگهدار.